همکارم علی حسین قاضیزاده اینجاست برای پرداختن بیشتر به همین خبر عراقشی در گفتگو با بورل گفته که خیلی متمایل هست به گسترش مناسبات اروپا با تهران به نظرت رویکرد جمهوری اسلامی در قبال غرب تغییر کرده؟ نه اتفاقا ادبیات آقای عراقچی نشون میده که مسیری که در واقع دنبال میکنه وزارت خارجه پزشکان همون وزارت خارجه امیر عبداللهیان هست در سال 92 وقتی که حسن روحانی رأی بود در واقع ظریف ادبیاتی که استفاده میکرد این گونه بود که چیزی در ایران تغییر کرده یعنی جهان منتظر یه تغییری باشه تک تحکید هم میکرد که آن کس که نمیدن فلان طور میگفت رفته است و میگفت که الان دولت بر سر کار اومده که میخواد در واقع با غرب تعامل بکنه تأکید عراقچی در هایی که همین دیشب کرد با بورل و همتای آلمانیش بر این استوار بود که اروپایی ها باید رفتار قرد خود تصدیب کنند یعنی ادامه همون مسیری که امیر عبداللهیان گفته طرف مقابل هم بر مواردی انگوش گذاشته که الان چه سیاست های ثابت جمهوری اسلامی هست مثلا قطع کمک نظامی و روسیه رو خواسته که در واقع اساسا این سیاست الان دیگه تثبیت شده جمهوری اسلامی هست که در واقع الان یک رفیق استراتژیک برای روزها ها شدن یعنی اساسا گفتگویی که رد و بدل میشه مواردی که از سوی عراق بیان میشه و حتی منتشر میشه مواردی نیست که به ما نشون بده که جمهوری اسلامی به شکل راهبردی میخواد روابطش با غرب تغییر بده از طرفی صحبتهای های زنوری خیلی مورد توجه قرار گرفته با توجه به اینکه میدونیم او همیشه اون سر جریان آتش زدن برجام توی مجلس خیلی نقش داشت بعد از اون هم از این اقدام خیلی دفاع کرد حالا گفته هر تصمیمی که نظام بگیره درباره برجام رو او حمایت میکنه ببین یک برداشتی الان در سطح عموم شده که خب شاید احتمالا جمهوری اسلامی میخواد در واقع برای مذاکرات جدید بره و در واقع اینا پیشا پیش دارن اعلام حمایت میکنن باز هم نشانه هایی که در واقع دیده میشه این رو نشون نمیده در زمان دولت رئیسی جمهوری اسلامی مذاکرات طولانی با غرب داشت در واقع به نوعی بازی میکرد مذاکرات رو کش میداد به نظر میاد که باز هم قصه همون شکلی هست حرف زونوری از این جهت به نظر من حائز اهمیته که همون حرف علی خامنه ای هست که در موضوعات کلان یک صدای واحد شنیده بشه در واقع مخالفت زنوری یا جریان پایداری با هر گونه مذاکره در اون سمت قصه موافقتی به دنبال داره این بحث به حوزه عمومی کشیده میشه مطالبه ای در واقع جامعه شک میگیره که انگار اونها موافق توافقا اینها نیستند و در واقع زنوری نمیخواد این دفعه این کار رو انجام بده یعنی از اونجایی که به نظر من این جریان میدونه که جمهوری اسلامی به خاطر اون سیاست که الان دنبال گرفته به راه راهبردی به سمت توافق کلام با غرب نخواهد رفت با خیال راحت میگن که هر تصمیم نظام بگیره ما از اون حمایت میکنیم یعنی که علم به این که تغییر بنیادینی به شکل برجام رخ نخواهد داد بیشتر به نظر من از این جهت است که میگه هر تصمیم بگیره که ما حمایت میکنیم مشکرم از توضیحاتت و حضورت اینجا در استودیو همکارم علی حسین قاضی زاده